کنتور فرمان به شما بینندگان و دوستان برنامه رنگ زندگی با یه ویژه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز دکتر سیامک رهگشایی رو داریم که یکی از بهترین متخصصان طب سوزنی و بیهوشی هستن. قبل از اینکه بریم گفتگومون رو با دکتر شروع کنیم، یه بخش کوتاهی رو با هم می‌بینیم و برمیگردیم. دوستای عزیز، بینندگان عزیز، تصویر دکتر سیامک رهگشایی رو بر روی ایر داریم. سلام دکتر، مرسی از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید. منم خدمت شما و بینندگان گرامیتون سلام عرض میکنم. در خدمتون هست. اگر لطف کنید یه پیشینه ای و یک بیوگرافی از خودتون رو برای بینندگان بگید ممنون میشم. خواهش میکنم. من متخصص بیهوشی هستم، حدودا 25 سال در اتاق عملیات جراحی عمومی و پلاستیک کار کردم. حدود 16 سالم هست که در زمینه طب سوزنی یعنی طب سنتی چین، اکیوپانکچر، تو اینا ماساژ درمانی چینی و لاغری و زیبایی در کلینیک مشغول به کارم. میشه یک توضیحی بدید در ابتدا در رابطه با طب سوزنی و همون اکوپانچری که خودتون میگید؟ طب سوزنی قدمتش برمیگرده به تقریبا 2500 سال پیش در چین که از این روش برای درمان بیماری ها استفاده میکردن. روشی است بسیار سالم، بدون استفاده از داروهای شیمیایی، بدون اینکه هیچ داروی شیمیایی وارد بدن بشه، با تعادلی که در جریان انرژی های خود بدن ایجاد میکنه میتونه که به درمان بیماری ها و بهبود خیلی از مشکلاتی که افراد دارن کمک بکنه. خدمتتون عرض کنم که تو بدن دو تا انرژی عمده وجود داره، یین و یانگ. هر موقع عدم تعادل و اختلالی در گردش این انرژی ها وجود داشته باشه، بیماری سراغ فرد خواهد اومد. پس یکی از کارهای عمده‌ای که طب سوزنی میتونه انجام بده، رگولیشن یا تنظیمی هستش که بین این دوتا انرژی عمده ایجاد میکنه، در نتیجه فرد به حالت نرمال و طبیعی برمیگرده بدون اینکه هیچ گونه دارویی رو استفاده کرده باشه. از این روش میشه استفاده کرد برای مثلا درمان چاقی، مریضایی که ولای خوردن دارن، کریوینگ دارن، یا مثلا برای کلاژن سازی در زیبایی و جوانسازی پوست. درسته. بعد میشه بگید که یعنی شما فکر میکنید در آینده این علم انقدر پیشرفت میکنه که جایگزین خیلی از درمانهایی که بر اساس خیلی از داروها درمان میشه که عوارض شیمیایی دارن میتونه جایگزین بشه؟ یعنی انقدر قدرت داره این درمان؟ البته همیشه باید یه تلفیقی باشه بین طب غرب و طب سنتی. بعضی بیماری ها رو که تایید شده درمانش از طریق طب سنتی و طب چین، مسلماً اگر داروهای شیمیایی استفاده نشه خیلی خیلی بهتره، چون که تو عصری زندگی میکنیم که پر از مواد شیمیایی و مواد سمی، تمام این سموم وارد بدن میشه و کبد ما قادر به تصفیه تمام این سموم نیست، و اگر این سموم روز به روز اضافه بشه ممکنه که عوارض عمده و شدیدی رو برای بدن ایجاد کنه. پس خیلی خیلی عالی خواهد بود اگر ما بتونیم بعضی از بیماری ها رو از طریق طب سنتی و بدون استفاده از داروهای شیمیایی درمان کنیم، از جمله طب سوزنی. مواردی که تایید شده مسلما اینجوری، اگه داروهای شیمیایی استفاده نشه بهتره، ولی هر علمی و هر روشی به هر حال حیطه درمانی خودشو داره، توانایی‌های خودشو داره. مسلما طب غرب هم جاهایی که نیاز به جراحی است یا نیاز به داروهایی است، مثلا کسانی که فشار خون بالا دارن، تشنج دارن، مسلما نمیشه ادعا کرد که داروهاشون قطع کنن بیان طب سوزنی انجام بدن. ولی خیلی از موارد مریض مثلا درد میگرنی داره، یا مثلا میخواد وزن کم کنه، یا مثلا کمر درد داره، دیسکوپاتی داره، نیاز به جراحی نداره، به جای خوردن داروهای مسکن بهترین روش میتونه استفاده از طب سوزنی باشه. خب اگر ما بخوایم بریم سراغ لاغری از طریق طب سوزنی، شما چه کاری رو انجام میدید و طول درمانش به چه صورته؟ یک توضیح میدید در متوجه سوالتون نشدم. میگم اگر شما بخواید لاغری رو مثلا از این طریق کسی بخواد لاغر بشه، یعنی چربی بدنش رو از بین ببره، طب سوزنی چه کمکی میتونه به اون بکنه؟ یعنی درمانی که شما پیش میگیرید با طب سوزنی چی هست؟
یه توضیح میدین. بله خدمتون عرض میکنم. ببینید در مورد لاغری اول باید خدمتون عرض کنم که هیچ روش، هیچ دارو، هیچ وسیله‌ای نیست که مریض ساکن بشینه، هیچ کاری رو نخواد انجام بده و بخواد که یک روش، یک وسیله‌ای، یک دارویی اونو بیاد به سایز نرمال و وزن نرمال برسونه. مسلما مریض خودش باید همراه باشه و خواستش این باشه که به وزن و قد، به وزن و سایز ایدئال برسه. طب سوزنی تو این مورد خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. یه مورد هم یادم نرفته خدمتون عرض کنم که خیلی از بیماران عادت دارن که هی وزن کم میکنن، وزن زیاد میکنن. یه حالت ویت سیکلینگ یا حالت یویو بهش میگن، بدتر از چاق موندن میتونه که عارضه دار باشه برای مریض. پس همیشه باید برای لاغر شدن یک روشی رو اتخاذ کرد که روش سالمی باشه، هیچ گونه عارضه‌ای روی ارگان‌های بدن نداشته باشه و در ضمن لاغر شدن مریض دچار رخوت، سستی و هیچ گونه عارضه‌ای شامل حالش نشه. طب سوزنی کاری که میکنه و متمایز کرده خودش رو از روش‌های دیگه همین موردی که عرض کردم خدمتتون، ضمن درمان با درمان چاقی با طب سوزنی مریض هرگز احساس سستی نداره، احساس ضعف نداره، احساس بیحالی نداره و اگه مشکلاتی داره از جمله مثلا کریوینگ یا ولای خوردن، خیلی از مریضا هستن غذا میخورن نیم ساعت بعد دوباره گشنه‌شون هست، این طب سوزنی میتونه که از طریق تاثیرش روی هیپوتالاموس مرکز اشتها رو کنترل کنه، حجم معده رو کوچک کنه، در نتیجه اون کریوینگ و اون ولای خوردن رو کنترل کنه. مریضایی که حالت استراب استرس دارن طب سوزنی میتونه از طریق بالا بردن میزان سروتونین مغزشون به یک آرامش و ریلکسی به مریض بده، در نتیجه کسانی که استراب دارن برای کنترل استرابشون میرن سراغ یخچال و خورده خوری میکنن، این قضیه کنترل خواهد شد. کسانی که بیخوابی دارن به عنوان مثال طب سوزنی میتونه که بیخوابیشون رو کنترل کنه، خود بیخوابی میتونه متابولیسم رو متغیر کنه. تو آمریکا بررسی کردن دیدن نرسایی که شیفت شبن چاقتر از نرسایی هستن که شیفت روزن، پس خود بیخوابی میتونه که باعث چاقی بشه. طب سوزنی میتونه اگه مریض این مشکل داره اونو تحت کنترل خودش در بیاره. کارکرد دستگاه گوارش رو طب سوزنی میتونه تنظیم کنه. کسایی که نفخ دارن، یبوست دارن، میتونه که این مشکلشون رو رفع کنه. بعد دیگه عرض کنم خدمتتون کسانی که سوخت و سازشون پایینه میتونه که این سوخت و ساز رو افزایش بده و باعث بشه که به راحتی و خیلی راحت مریض وزن کم کنه. البته در کنار این مریض هم یه سری باید نکاتی رو آموزش ببینه و اجرا کنه، از نظر رعایت اصول کلی تغذیه، از نظر تغییر سبک زندگی، از نظر ترک عادت‌های بد. این هم مسائلی که معمولا تو کلینیک به مریضا آموزش داده میشه. درسته. بعد این طول درمان به چه صورته؟ یعنی با یک بار مراجعه مریض درمان میشه یا نه مدتی متزمانی نیاز داره که مراجعه بکنه؟ یک بار، دو بار، به چه صورته؟ معمولا دورهای درمانی برای طب سوزنی هفته دو بار یا سه بار میتونه باشه. مواردی که خیلی حاد باشه میتونه یک روز در میون باشه. مواردی که خیلی حاد باشه، مریضی میاد ولای خوردن داره، اضطراب استرس داره، بیخوابی داره، مشکلات گوارشی داره، میتونین یک روز در میون براش برنامه ریزی کنین. بعد که به تدریج این مشکلاتش کم و کمتر میشه میتونین فاصله یه جلسات رو بیشتر کنین. نهایتا یه 10 جلسه 15 جلسه میتونه یه کورس درمانی کاملی باشه. ولی کسانی که وزن کم میکنن بعد میخوان روی سایزشون هم کار کنن میتونن که جلسات بیشتری رو ما در خدمتشون باشیم. برای کاهش وزنم خیلی خیلی نباید به مریضا توصیه کرد که عجله کنن. معمولا بعضی از تبلیغات هست که مثلا میگن در ماه 10 کیلو وزن کم کنیم و مریض فکر میکنه که این خیلی خیلی ایداله، در صورتی که کاهش وزن در این حد میتونه عضلات رو هم مورد حمله قرار بده، باعث تحلیل و ضعیف شدن عضلات بشه. اون چیزی که ما توصیه میکنیم استاندارد کاهش وزن در ماه حدود 3.5-4 کیلو و این بسیار میتونه ایدئال باشه برای مریض. درسته. یعنی شما فکر میکنید طب سوزنی باعث میشه که مریض علاوه بر این که وزن کم میکنه بافتای بدنشو داشته باشه، یعنی عضلات شل نشه، پوست شل نشه، یا اون هم نیازمند ورزشه در کنار طب سوزنی؟ یعنی کمک هایی که شما بعدا مسلما اینجوریه چون طب سوزنی وقتی که به بیس و فلسفه طب سوزنی برمیگردین، شما وقتی که تحالتون انرژی کافی داشته باشه، تحال همیشه از منظر طب سوزنی میاد عضلات رو
مدیریت میکنه. پس وقتی که ضمن طب سنی مریض تحالش تقویت میشه، عضلاتش سفت میشه، اگه حالت افتادگی وجود داره از بین میره، یا حالت لیفتینگ در کل عضلات بدنش ایجاد میشه، این از این منظر. ولی در کنار این خب مریض باید حتما ورزش داشته باشه، هم ورزش هوازی آروبیک داشته باشه و هم ورزش قدرتی که عضلات تقویت بشه. در ضمن هیچ ضرر نداره که مریض با انجام دادن ورزش قدرتی بتونه عضلاتش رو تقویت کنه، چون زمانی که فردی توده عضلانی بالایی داشته باشه متابولیسمش خود به خود بیشتر خواهد شد. علتش اینه که 1 کیلو عضله تو بدن ما بیشتر از 1 کیلو چربی کالری میسوزونه. پس همیشه توصیه بر اینه که در کنار ورزش هوازی که مریضا حتما باید انجام بدن برای متابولیسم چربیشون، ورزش قدرتی هم اگه بتونن در کنارش داشته باشن برای تقویت عضلاتشون خیلی خیلی مفید و موثره. درسته. بعد آثاری از این تب سوزنی روی بدن میمونه یا نه؟ آثار از چه نظر؟ عوارض منظورتونه؟ هم عوارض و هم که من نمیدونم این سوزن ها به چه صورت هست؟ از سوزن خاصی استفاده میکنی؟ مصرف بسیار ظریفه، بدون درد. بعد دیگه عرض کنم خدمتتون معمولا عارضه خاصی به هیچ وجه نداره. آماری که دادن ممکنه 7% 8% کبودی خیلی خیلی مختصری ایجاد بشه، اونم در کسانی که حالا مثلا تحت درمان داروهایی مثل آسپرین و اینجور چیزا هستن، یا انعقاد خونشون رقیقه. خیلی استثناء ممکنه پیش بیاد، غیر از این هیچ عارضه دیگه متوجه مریض نخواهد بود. درسته. بعد یک توضیح میدین که در طب سوزنی استفاده از نخهای ویژه‌ای میکنید که من شنیدم در طب سوزنی هم از نخهای استفاده میکنن که باعث لاغری میشه، کاشت نخهای در بدن یا بله امبدینگه. بله، طب سوزنی به هر حال شاخهای خیلی خیلی مختلفی داره. بعضیا طب سوزنی رو با دستگاه شوک انجام میدن، بعضیا طب سوزنی رو با دستگاه لیزر انجام میدن. در طب سوزنی کاشت نخ هست، کاشت سیت هست، کاشت سوزن هست، کاشت مگنت هست، همه این هستش. ولی اینا جز روش های جانبی طب سوزنیه. طب سوزنی با کاشت نخ عمدتاً برای کسانی که بخوان عیاف ذهاب نداشته باشن. درسته. یا مثلا در آی سی یو بستری باشن، سی سی یو بستری باشن، خونه شون بستری باشن، قدرت عیاف ذهاب نداشته باشن، برای اونا چویس میتونه باشه. ولی برای کسانی که به هر حال این مشکل رو ندارن میتونن کاشت نخ انجام بدن، در کنارش طب سوزنی خود طب سوزنی با سوزنهای اکوپانکشور هم انجام بدن که اثرش بیشتر خواهد شد. یعنی شما پیشنهاد نمی کنید این رو؟ چرا؟ روشی که به هر حال وجود داره، خیلی ها با توجه به اون شرایطشون میان استفاده میکنن، ولی اثر خود طب سوزنی که با استفاده از سوزنهای طب سوزنی باشه خود چین هم خیلی خیلی بیشتر رواج داره. درسته. اگه موافق باشین یه بخش کوتاهی رو ببینیم و دوباره برگردیم. خواهش میکنم. مرسی. بینندگان عزیز، بخش اولمون تموم شد، ولی قبل از اینکه از آقای دکتر و شما خدافظی کنم سوالی از آقای دکتر دارم. دکتر میشه برای ما بگین کسانی که طب سوزنی انجام میدن، من شنیدم که بعد از اون سرگیجه هایی دارن، آیا این واقعیت داره و اگر داره علتش چیه و این بیماران چیکار میتونن بکنن؟ در اکثر بیماران که طب سوزنی انجام میدن به دنبال انجام طب سوزنی دچار آرامش و ریلکسی میشن. استثناء هم ممکنه کسانی دچار مثلا حالت شوک بشن نسبت به سوزنا، یا مثلا قبل از اینکه طب سوزنی انجام داده باشن قند خونشون پایین باشه، تغذیه خوبی نداشته باشن، استثناء هم ممکنه که این حالت پیش بیاد. ولی عمدتا کسانی که طب سوزنی انجام میدن این مشکل براشون به هیچ وجه وجود نداره و با انجام طب سوزنی مریض احساس آرامش و ریلکسی بیشتری میکنه. و خیلی وقتا اتفاق افتاده کسانی که
سوزن بهشون زده میشه و روی تخت راست کشیدن یه چرت مختصری هم میزنن اونجا. به هیچ وجه دچار سرگیجه و بعد عوارضی از این گونه نمیشن. استثناء هستش عرض کردم کسانی که از سوزن بترسن، واهمه داشته باشن، که اونم میشه تدریجی اینا رو آشنا کرد با این روش، یا کسانی که مثلا قند خونشون بیفته، تغذیه خوبی قبلش نداشته باشن که این مشکل براشون استثناء هم پیش بیاد. پس این موارد استثنایی دلیل بر انجام طب سوزنی نیست. مرسی بینندگان که تا این لحظه با ما بودیم. از آقای دکتر میخوام اگر صحبت پایانی دارن در این بخش با بینندگان داشته باشن. خواهش میکنم. فقط در مورد چاقی من بحث شد، اینو عرض کنم خدمت بینندگان گرامی که چاقی فقط درمان از نظر زیبایی و کاهش سایز نیست. چاقی یه درمانی برای اینکه فرد به جاده سلامتی نزدیک بشه. آمار گرفته شده، دیده کسانی که افزایش سایز شکم دارن، میزان و انسیدانس بیماری های قلبی، بیماری های متابولیک و دیابت نوع 2 در اونا خیلی خیلی بالاتره. در مورد چاقی باید عرض کنم که باعث بسیاری از بیماری ها میتونه باشه، مثل آسم، مثل بیماری های قلبی، مثل دیابت، مثل کبد چرب، مثل رفلاکس معده و خیلی از مشکلات دیگه. و آمار گرفته شده، دیدن کسانی که چاقی دارن، میزان مرگ و میر در این افراد حدود میزان مرگ و میر طول عمرشون 5 تا 10 سال نسبت به افرادی که چاقی ندارن کمتر طول عمرشون. پس بنابراین کسانی که اضافه وزن دارن بهتره که دنبال یه روش بسیار بسیار سالم مثل طب سوزنی باشن برای درمان خودشون. درسته. مرسی از این که وقتتون رو تا این لحظه در اختیار ما قرار دادید. بینندگان عزیز همچنان با ما همراه باشید. اگر سوالهایی در ذهنتون هست ما به اونها حتما پاسخ میدیم. دکتر رو در بخش بعدی هم همراه خودمون داریم. به پایان بخش اول مصاحبه‌مون با دکتر سیامک رهگشایی رسیدیم. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. هفته دیگه هم دکتر رو در برنامه‌مون داریم. اگر انتقاد و پیشنهادی دارین بر روی صفحه فیسبوک، وبسایت و همچنین اینستاگرام و تلگرام ما بذارید و ما حتما پاسخگو خواهیم بود. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.